درود و ادب همراهان گرامی در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس میخواییم بپردازیم به فرق بین must و have to و کاربرد اونها رو در انگلیسی بررسی کنیم و تحلیل کنیم بدون هیچ توضیحی بپردازیم به کاربرد و فرق بین must و have to در انگلیسی دوستان دقت داشته باشید که ماست و تو هر دو به معنی اجبار و الزام هستند مثلا در این دو مثال دقت بکنید You must read this یعنی شما باید این رو بخونی یا You have to read this یعنی شما باید این رو بخونی میبینید که تفاوتی بین معنی این دوتا عبارت وجود نداره اما باید دقت داشته باشید فرق اساسی بین ماست و هفتو در این است که ماست فقط در زمان حال به کار میره اما هفتو میتونه در زمان گذشته هم به کار بره همچنین هفتو میتونه در زمان آینده هم به کار بره پس چی شد؟ ماست فقط در زمان حال اما have to میتونه در زمان گذشته و هم در زمان آینده استفاده بشه خب یه مثال خدمتتون تقدیم بکنیم برای استفاده از must که در زمان حال داره اتفاق میفته I must be as clear as possible I must be as clear as possible. یعنی من تا جایی که میتونم باید صاف و تمیز و شفاف باشم. I must be as clear as possible. I must be as clear as possible. حالا یه مثال برای زمان گذشته برای هفتو. I had to do chores when I was a child. I had to do chores when I was a child. میبینید که had to گذشته یه have to و در زمان گذشته که اتفاق میافته تبدیل میشه به had to. وقتی که من بچه بودم باید کارهای روتین رو انجام میدادم. کارهایی که حالا کار خونه که به یک بچه میسپارن که انجام بده. I had to do chores when I was a child. I had to do chores when I was a child. یه مثال هم بررسی بکنیم برای هاف در زمان آینده. I will have to ride home in the dark tonight. I will have to ride home in the dark tonight. یعنی من امشب ناچار خواهم بود که در تاریکی به سمت خونه رانندگی بکنم. I will have to ride home in the dark tonight. I will have to ride home in the dark tonight. بسیار خوب حالا بریم برای سوالی کردن ببینیم have to و must چطوری سوالی میشن برای سوالی کردن در مورد have to باید از auxiliary verb استفاده بکنیم مثل do و اما برای must نیازی به استفاده از فعلای کمکی یا auxiliary verbs نیست حالا یه مثال رو با هم بررسی بکنیم Do you have to make that noise? Do you have to make that noise? یعنی آیا مجبوری اون صدا رو تولید کنی؟ Do you have to make that noise? Do you have to make that noise? حالا با استفاده از must. Must you make that noise? must you make that noise؟ یعنی آیا باید اون صدای رو تولید کنی؟ must you make that noise؟ must you make that noise؟ حالا بررسیم به یه نکته‌ی مهم. دقت داشته باشید در حالت منفی don't have to و must not یه مقدار با هم تفاوت دارن در معنیشون don't have to یعنی نیازی نیست که فلان کار رو انجام بدی مثلا I don't have to wear a uniform یعنی لازم نیست مجبور نیستم که یک لباس فرم رو بپوشم I don't have to wear a uniform I don't have to wear a uniform. اما must not یا mustn't که مخفف در واقع همون must notه به این معنیه که شما اجازه ندارید که فلان کار رو انجام بدید یا نه مثل You must not smoke inside You mustn't smoke inside. Inside یعنی داخل. Smoke یعنی سیگار کشیدن. You mustn't یا you must not یعنی شما نباید اجازه ندارید که smoke inside که داخل سیگار بکشید. You mustn't smoke inside. پس دقت داشتید که زمانی که از don't have to استفاده میشه یعنی اینکه نیازی به انجام فلان کار نیست اما زمانی که از mustn't یا must not در حالت کاملش استفاده میشه به این معنی که شما اجازه ندارید که فلان کار رو به انجام بدید مثالاش هم چی بود؟ I don't have to wear a uniform و در حالت must not You mustn't smoke inside. نکته بسیار مهم و تفاوت اصلی بین ماست و have to. زمانی از ماست استفاده می کنیم که معمولا اجبار از ناحیه خودمون باشه. یعنی اخلاقیات شرعیات چه میدونم وجدان به شما اجازه نمیده چنین کاری بکنی یعنی خود درونی شما اجازه نمیده همچین کاری رو انجام بدید در حالی که have to اجباری است که از طرف عوامل خارجی مثلا اداره سازبانی که براش کار میکنید ارتش و یا حالا الزامات اجتماعی برای ما به وجود میارند مثل I must polish my boots once a week. I must polish my boots once a week. If I join the army, I will have to polish my boots every day. If I join the army, I will have to polish my boots every day. یعنی اگر من به ارتش ملحق بشم یا اگر به ارتش برم مجبور خواهم بود هر روز پوتینهایم هایم رو واکس بزنم و الزامی است که از جانب ارتش به شما القا شده و شما مجبورید که اون کار رو انجام بدید حالا یه مثال دیگه I have to be at the office at 8 o'clock every morning. I have to be at the office at 8 o'clock every morning. یعنی من مجبورم هر روز ساعت 8 در اداره باشم. این اجبار از طرف کی؟ از طرف اداره است. یعنی اداره منو مجبور میکنه که در سر کار باشم. اجازه بدید یک بار از ابتدا سریع یه دوره و مرور بکنیم که قشنگ در ذهنمون بمونه لطفا شما هم با من تکرار بکنید من فقط قسمت های انگلیسی میخونم و معانیش رو براتون سریع میگم You must read this یعنی باید این رو بخونی You must read this You have to read this. یعنی باید این رو بخونی. You have to read this. I must be as clear as possible. I must be as clear as possible. یعنی من تا جایی که میتونم باید صاف و شفاف و تمیز باشم. I must be as clear as possible. I had to do chores when I was a child. I had to do chores when I was a child. وقتی که بچه بودم باید کارهای خونه رو یا کارهای روتین رو انجام می دادم. I had to do chores when I was a child. I will have to ride home in the dark tonight. I will have to ride home in the dark tonight. یعنی من امشب ناچار خواهم بود که در تاریکی به سمت خونه رانندگی کنم. I will have to ride home in the dark tonight. Do you have to make that noise? Do you have to make that noise? یعنی yani, آیا مجبوری اون صدا رو تولید کنی؟ Do you have to make that noise? Must you make that noise? Must you make that noise? یعنی yani, آیا باید اون صدا رو تولید کنی؟ Must you make that noise? I don't have to wear a uniform. I don't have to wear a uniform. Yanilla zemniske man, yeglebos a form bepusham. I don't have to wear a uniform. You mustn't smoke inside. You mustn't smoke inside. یعنی شما نباید و اجازه ندارید که داخل سیگار بکشید You mustn't smoke inside I must polish my boots once a week. I must polish my boots once a week. If I join the army, I will have to polish my boots every day. If I join the army, I will have to polish my boots every day. یعنی اگر من به ارتش بپیوندم یا ملحق بشم مجبور خواهم بود هر روز پوتین هایم رو واکس بزنم الزامی است که ارتش این رو برای شما تعیین کرده و شما مجبورید این کار رو انجام بدید If I join the army I will have to polish my boots every day. I have to be at the office at 8 o'clock every morning. I have to be at the office at 8 o'clock every morning. یعنی من مجبورم هر روز ساعت 8 در اداره باشم و این اجبار از طرف اداره است. I have to be at the office at 8 o'clock every morning. بسیار خوب دوستان در این درس پرداختیم به تفاوت ها و کاربرد must و have to در انگلیسی. و اونها رو با هم مرور کردیم و تمرین کردیم فراموش نکنید حتما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین بکنید حتما عبارت ها رو رونویسی بکنید مثال ها رو حتما رونویسی و روخانی بکنید و با صدای رسا تکرار بکنید عبارت ها و جملات رو و هنگام بیان و تکرار اونها صدای خودتون رو ضبط بکنید و به صدای ضبط شده خودتون گوش بدید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات احتمالی تلفظیتون رو رفع بکنید تا تاثیر بسیار موثر و مفیدی در یادگیری و سپیکینگ شما عزیزان داشته باشه بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدئوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس بیشتر و درس آینده کانال انگلیسی مثل خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید